السلام علیکم، خوش آمدیم به تماشای اسکی بپرسم. طبق معمول 6 اشتراک کننده، 55 امتیاز، 33 چراغ سبز و شروع برنامه اسکی بپرسم. امروز با پاس تجلیل از هفته جهانی محیط زیست از اداره ملی حفاظت محیط زیست 6 نفر با خود داریم که میریم با این 6 اشتراک کننده معرفی میشیم. انور ناصری، کارمند اداره ملی حفاظت محیط زیست. عزت الله صمدی، کارمند اداره ملی حفاظت محیط زیست. الهام احمدی، کارمند اداره ملی حفاظت محیط زیست. سعدی استانگزی، کارمند اداره ملی حفاظت محیط زیست. شکیب، کارمند اداره ملی حفاظت محیط زیست. سعدی سیفی، کارمند اداره ملی حفاظت محیط زیست. خب، با هر 6 شخصی که معرفی شدین خیلی از خدمات را در این جامعه انجام میتن، در جامعه که مردم چندان همکاری هم با این اداره نداره. خیر ببینن، بیاین که سوالا را شروع میکنیم. با سوالای شخصی یک جا چی شده؟ گدوت شده؟ خب اول یک سوال شخصی، به خاطر از اینکه برای بانوان ارج گذاشته باشیم، از سعدیه جان شروع میکنیم. خب سعدیه جان، اول خوش آمدین. سلامت باشین. خب از خود اداره محیط زیست برام یکم معلومات بدین. دقیقاً اداره ملی حفاظت محیط زیست که در سال 1384 تأسیس شده و یک اداره پلیسی ساز است که عموماً روی موضوعات که در حال حاضر بسیار موضوعات گرم است، روی تغییر اقلیم و آلودگی آب و هوا کار میکنه. بسیار خوب. ما از طرف خود و از طرف بعضی از کسایی که درک میکنن کارهای شما را تشکری میکنم. بسیار تشکر. شما. خب بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه سوال ها را شروع کنیم. الهام عزیز، من اینا سوال را از الهام میپرسم که بیاین به شوخی هم که شده کم کم امتیاز دی و امتیاز گیری و اینا را شروع کنیم. این مرحله مرحله اول است. چراغ سرخ نمیشه، کس عزف نمیشه، فقط خودم هم یکم همکاری میکنم که بتانین امتیاز ها بالا بره که در مرحله دیگه باز از شدن اشتراک کننده شروع میشه. الهام، بله. یک درخت به طور معمول برای چند انسان اکسیژن تولید میکنه؟ برای 12 انسان. آفرین. ده امتیاز گرفتین. خب از سعدیه میپرسم، محل را در کابل نام بگیرین که آنجا کثافات زیاد است. طرف دارلمان. طرف دارلمان. خب روی برای چیز که از چی میگنش پارلمان که در کوچه دور میخورد، طرف دوغ آباد همونجا رو میگیرین. بله. دقیقا ما از اونجا خیلی خاطره هم دارم. یک دفعه موتر ما خراب شد، تایرش پایین شدم تا تایر اشتبنی را پرتم، یک 20 دانه از نوجوان ها گردم جمع شدن غوغو میکدن سر من. ده امتیاز گرفته اینا فرید. عزت الله صمدی، بسیار زیاد خوش آمدید. خوش باشین. خوش باشین. چیزهایی را نام بگیرین که مردم، بعضی از مردم بی فرهنگ، البته فرهنگی هاشو نمیگم، از شیشه موتر بیرون پرتاب میکنن. بوتل های آب معدنی، بوتل های پیپسی و پوست کیله. خب پوست کلیش یکم خطرناک بید که از کلکل مندازن شلب در زمین که بیخواد یک صدای متفاوت که ایجاد بید. و قطعی نوشابه را که یاد کردین یا بوتل آب را که یاد کردین، او را هم در سرعت زیاد که میپردن، جالبیش یه از 100 متر خیلی بوتل خودش میده و از پشت موتر که مندازن. بیاین همین کار را بس کنین، بخاطر از این که شما باعث میشین که این شهر آلوده شد. ده امتیاز گرفتین. عزت الله شکیب، بسیار خوش آمدین شما هم. خوش بسید. جاده ای رو نام میگیرین که در آن گلدان های زیاد باشد بین دو سرک. میدان هوایی. جاده میدان هوایی. جاده میدان هوایی، جاده سرک دارلمان. سرک دارلمان. بسیار پخش گپ نمیزنین؟ اولی لفه دارست اشتراک کردین یا در تلویزیون آمدین؟ بله. بسیار گپ بزنین بسیار. انور، خوش آمدین. خوش باشید. سلامت باشین. قطع کردن یک درخت سبز آیا جرم پنداشته می شود یا خیر؟ بله. آفرین. کف بدنیم برشان. در افغانستان است که به خاطر یک سیکوریتی کمری دانشگاه خود نفر
گرفته، درخت های کلان کلان که مسمر بوده یا سبز بوده را از بیخ عره کرده بودن ناجوان ها را. دلیلش که پرسیدن گفته والا اینجا سکیوریتی کامره ما تصویر گرفته نمیتونست یا هم لوحه ما معلوم نمیشد. ناجوان اونمو درخت نی یک انسان استاد، شما انسان را میکشین که کامره ما معلوم نمیشه، لوحه ما معلوم نمیشه، انسان را میکشین. اما تو فکر کنید شما یک زنده جان را از بین برده بودین وقتی که درخت را قطع کردین، جرم کردین در ذاتش. آفرین انور. خب سعدی که در اون بغل هستیم، بسیار زیاد خوش آمدید سعدی. تشکر، سلامت باشید. خب سعدی شما کدام بخش کار میکنین؟ ما در بخش پلانگذاری آمر پلان هستم. آمر پلان هستیم؟ بله. بسیار زیاد آمر صاحب خوش آمدید. تشکر. خب آمر صاحب از شما میپرسم در کدام فصل درختان برگ درختان میریزن؟ خزان. ده امتیاز. باز از خزان خود چیز ندارین، خاطری بد ندارین، والا این خزان رسید کارمندار جمع کنین که باید کار از اینجا شروع کنین، درخت های زیاد است یا هست این جنجال هست؟ نه، ما فعالیت یا کار ما به اساس فصل نیست. خب که ما در مثال فصل خزان کارمندار جمع کنیم، ما فعالیت و کار ما دوامدار است از آغاز سال تا آخر سال. خب در کدام فصل زیادتر چیز میشین، مصروف میشین؟ من خب فکر میکنم در زمستان. بله یا دقیقا فصل زمستان، چون آلودگی در فصل زمستان بیشتر میشه خصوصا در شهر کابل. باز در می وقت مصروفیت های همکارای ما هم بیشتر میشه. خب خدا شما را خیر بده که بعدترا رفته رفته در جریان برنامه زیاد چیزا خواهد بود که من میگم. خب در امتیاز گرفتین. آلباز میم از الهام میپرسم، چیزها یا جاهای را نام بگیرید که موجب آلودگی هوای شهر می شود. نانباییس، کارخانجات است، تولیدی مثلا فابریکات زو با آهن، امامایی که امام است، سماوار است، دیگه این چیزا زیاد است دیگه. این سوالا را شخصا برای خاطر شما ساخته شده که مردم متوجه باشن کارهایی که خداگاه ناخداگاه که از پیشتان انجام میشه دیگه انجام نتین، باعث آلودگی شهر نشه. سوال تانه که کردین توشن صاحب مطابق مسلکم است، من در این بخش کار میکنم. خب بسیار خوب. سعدی از شما میپرسم پایین ترین معاش کارمند محیط زیست چند است؟ 5000. 5000 رو بیچاره باید از همون کرای خانه هم بده و نان خانوادرم باید تهیه کنم. متاسفانه که بله. ده امتیاز گرفتین. 5000 افغانی معاش یک کارمند اداره ملی محیط زیست است. خب عزت الله شما میپرسم یکی از جاده های معروف کابل رو نام میگیرین که در مناسبت های ملی و رسمی در دو طرف آن پرچم نصب میشود. سرک دولمان. تنام سرک دولمان است. مردک از میدان که میای کجا میره؟ سرک میدان هم است. سرک میدان هم است، دولمان هم است. سرک های زیادی است که به مناسبت های مختلف بیرق گذاری میشه. واقعا امروز که بیرق نصب میشه که خوش میشم، باز میرم فلم میگیرم برای خود شخصی. خب ده امتیاز گرفتیم و شکیب جان از شما نپرسیدم نه در دوره دوم. خب چیزهایی را نام بگیرین که موقع جمع کردن کثافت از جاده و جوی در دم بیل بند میشه. بوتل. پلاستیک. دوش. چی؟ دوشی که در جوی می باشه. و پمپرز و شتوک هم همچنان. قوطی پیپسی. خب خوب بود. در امتیاز گرفتین. انور از شما میپرسم چیزها یا وسایل را نام بگیرین که کارمندان شهرداری برای پاککاری شهر از آن استفاده میکنند. پنشاخ. بیل. جارو. باز باز. خوبش. چقدر سوال های آمده که هیچ نیست که نفهمید. خب
بیرون از مسئله محیط زیست که شما معلومات دارین، در خانه هم از این چیزا کار میگیرین؟ از بیل کار میگیریم. بله، از بیل. از بیل برای یخچال باز کردن میزنیم. برای یخچال دور بیل میزنیم. خب بسیار خوب. سعدیا، از شما میپرسم رنگ های یونیفرم کارمندان شهرداری و محیط زیست کدام رنگ هاست؟ کارمندای شاروالی نارنجی میپوشن و کارمندای محیط زیست کدام یونیفرم خاص ندارن که رنگ داشته باشه. امی دریشی و امی لباس رسمی را میپوشن. خب میگن سبز میپوشن، سبز خیلی مربوط کدام میدارن میشن؟ نه سبز نمیپوشن. خب ها سبز نمیپوشن. از شاروالی خواهم نارنجی است. بله یا نارنجی. ده امتیاز گرفتین. خب کلگیتان میبینه که امتیاز ها 70-70 از کلگی شده. مرحله اول است. سوال هم ساده آمده بود. ایره ما خود ما قصدن این کار میکنیم. اگر سوال ها سخت هم بیه کمک میکنیم که شما 70 امتیاز هایتان پوره شود. مرحله دیگر شروع میشه از زدن سویچ و از پیشی گرفتن و جواب دقیق دادن و حفاظت کردن از چراغ‌های سبزی که پیشونیتان است. اگر چراغ ها سرخ شد نزدیک به عصر شده میرین. خب مرحله دیگر شروع میشه اما بعد از یک وقفه کوتاه. انور ناصری 70 امتیاز با 3 چراغ سبز، عزت الله صمدی 70 امتیاز با 3 چراغ سبز، الهام احمدی 70 امتیاز با 3 چراغ سبز، سعدیه استانگزای 70 امتیاز با 3 چراغ سبز، شکیب 70 امتیاز با 3 چراغ سبز، سعدیه سیفی 70 امتیاز با 3 چراغ سبز. بایدامی برنامه خوش آمدین. دقیقاً مرحله است که بپرسم است که بپرسم است و مهمانان گرامی ما هم از اداره ملی حفاظت از محیط زیست است. خب سوال عمومی پرسان خواهد کردم که این سوال مربوط به ارششتان میشه. ببینیم هر کدامتان که جواب را میفهمیدین شما سویچ را بزنین، بعد از او جواب بدین. هر کس سویچ از نزده جواب داد جوابش قبول نیست. کسی که سویچ از داده ولو از اون نفر تقلیل هم کرده بگویه اونمون نفر جوابش قبول میشه. در این قسمت میخواییم تشکری کنم از آمی برنامه استنگ انرژی درینگ با ترکیب جنسینگ، طعم فوق العاده، توانایی بی انتها، همچنان نوشابه میرندا تولیدات افغانستان. خب سوال عمومی که ما میخواییم بپرسم ایست که میخواییم بپرسم خالم از ولسوالی های کدام ولایت است؟ کجا؟ بلخ، مزار شریف. مزار شریف، بلخ، بله، دقیقاً. شما ده امتیاز هم گرفتین، زمام امور برنامه مال پیش شماست. اینال دیگه شما بگین کی ها حذف شد، از کجا شروع میگیرین، از کی بپرسم؟ خب، ما باید بگویم. آه؟ سعیده، سعیده جان. سعدیه. سعدیه. از سعدیه جان میپرسیم. سال ساده آمده. چرا رنگ یونیفرم کارمندان چیز شاروالی اینجا محیط زیست اومده که بیشتر گفتین خاص ندارن، چرا رنگ یونیفرم کارمندان شاروالی نارنجی است؟ از خاطر که نظر شخصی است که در تاریکی هم یکم روشنی داره، فکر میکنم رنگ بسیار روشن است، قابل دید است. قابل دید است. دقیقاً خاطر اموست. بله. خب شما از ما امور برنامه را عزیز گرفتین، چراغتان هم سبز نشد، سرخ نشد و ده امتیاز هم گرفتین. این حال دیگه شما هم قتل و قتال شروع کنیم که از برنامه حذف کنیم. از کی شروع کنیم؟ از کی بپرسم؟ از انور سر. انور، از شما میپرسم. گل از رخت آموخته نازک بدنی را، بدنی را، بدنی را. بلبل ز تو آموخته شیرین سخنی را، سخنی را، سخنی را. این آهنگ زیبا را کدام هنرمند کشور خوانده است؟ یک، دو، سه، چهار، پنج. چراغ سرخ، ده امتیاز کم.
ظاهر و ویدا کف داریم با افتخار خودتان، یک نفر اون زخمی کردین. خب سعدی از کی بپرسو مال؟ از سعدی جان سیفی. او طرف خودتان هم عمله کردین؟ اوکی. خب مشکل نیست، من میپرسم. سمدی سعدی. سمدی سعدی از شما میپرسم. برای جلوگیری از آلودگی هوا، حمام‌ها و سونه‌ها باید چی کار کنند؟ در قدم نخست باید حمام‌ها و سونه‌ها فیلتر نصب کنند. وقتی که فیلتر دود نصب کردند و میتونند و از مواد استفاده کنند که قابل دودزا نباشه، مثلا گاز استفاده کنند، زغال سنگ تصفیه شده استفاده کنند و سایر. عالی عالی، فیلتر شما شنیده بودیم، به مخاطر جواب من اینجا فیلتر بوده. خب سمدی صاحب، زمان عمر برنامه پیش شماست، شما بگین من از کی بپرسم؟ از سعدی جان پرسان کنه. از کدام سعدی جان؟ او سعدی و طرفی. سعدی جان؟ ای ای سعدی. از شما میپرسم، رنگی را نام بگیرید که در پرچم ترکمنستان وجود داشته باشد، از سه رنگش یک شما بگین. سعید. سفید. دقیقا دقیقا، رنگ پرچم ترکمنستان سبز، سفید و سرخ بوده. خب شما بگوین من از کی بپرسم؟ از الهام. الهام. معمولا در بارندگی های شدید کدام مناطق کابل آب، در کدام مناطق کابل آب تجمع می کند؟ پروان دو. آها. خوشحال خان پیپسیلو. آها. دیگر چاره قنبر. دقیقا. لبجر، وای مرکز، سرای شمالی، خلاصه خیلی کابل همو میگرفتن. کلش هم میگرد، اگه جای جور نیست. دقیقا. آفرین، ده امتیاز گرفتین و شما حال میگین که من از کی بپرسم؟ خب، از شکیب جان. شکیب جان؟ زیر کاسه نیم کاسه است. یعنی هدف از این ضرب المثل چیست؟ یعنی پیش چی گپ، کدام گپی است؟ دقیقا، ده امتیاز گرفتین. خب شما حال میگین که من از کی بپرسم؟ از عزت الله جان پرسم. عزت الله صمدی، اولین قتل در زمین توسط چه کسی به و به چه دلیل اتفاق افتاد؟ توسط نمرود. اولین قتل در روی زمین توسط کی و به چه دلیل صورت گرفت؟ یک، دو، سه، چهار، پنج. یک چراغ سرخ، ده امتیاز کم توسط قابل که به دلیل حسادت آبیل را کشت، که از امون روز تا امروز انسان ها دیگه تعقیب کرده میرن امون کارم. شکیب، از کی بپرسم؟ از الهام جان بپرسم. الهام جان، ببینید که سوالای ساده را هم نمیتونن بعضی‌ها جواب بدن، مثل صمدی صاحب یادش رفت یک یک دم. ما درک میکنیم به خاطر که اینجا ایستادن و دادم کمرک صحبت کردن، اینا یک کمک برای بار اول اینا سخت میباشه، به خاطر آسان ترین سوال هم یادتان خواهد رفت. حال من از الهام میپرسم، آیا کابل یک سیستم منظم آبروی یا کانالیزاسیون دارد؟ نه خیر. دقیقا ندارم. در امتیاز گرفتین، امتیازهایتان ماشاءالله خوب بالا رفته رئیس. کابل در این پخش بلندی هایش که داره، به نظرتان کانالیزاسیونش موفق خواهد شد؟ اگر جور کنن؟ کار کنن چرا نمیشه؟ هیچ چیز امکان نداره، هر کار بخوایی میشه. خب. سیستم ضرورت داره. خب پیز بده. یعنی چی وقت کار میکنن؟ ولی ایش دیگه نمیپرسم که چه وقت کار میکنن. خیر، شما حال بگین از کی بپرسم؟ بازم سعدی جان. سعدیه. سعدیه جان. سعدیه جان. بله. گیروبارترین چهارراهی کابل چی نام داره؟ ترافیک بند میشه، ساعت ها میمون. چهارراهی عبدالحق مکسیان. چهارراهی عبدالحق امونجا. تنها امونجا است؟ اونجا ماست، دیگه جایم شاید باشه، اما بسیار که ما اونمو مسیر ما 31 ساعت خو 40 دقیقه 1 ساعت بند میمونیم. خب شما از مسیر خودتان گفتین، او هم است، جوابتان قبول، چهارراهی برکی دیگه نمونهش است. آفرین تان، شما 10 امتیاز گرفتین. حال شما بگین از کی بپرسم؟
اینا چون سفر نگرفتن میخوایم از الهام. خواه چراغ بگیرن. الهام، بله. اپریل مصادف است به کدام ماه خورشیدی ما؟ بله سوال سخت کردی. یک، دو، سه، چهار، سرطان، پنج، ماه عمل. عمل. شما یک چراغ سرخ در امتیازتان کم شد. خب سریع خوب عمله کرده بودید. خب از کی بپرسم حال؟ از صمدی صاحب. صمدی صاحب چراغ دوم ما احتیاط کنید. یکی از مصوالی های کابل را نام بگیرید که با حرف ف شروع شود. فرزه. آفرین فرزه. خب از کی بپرسم صمدی صاحب؟ پس از خود صدیه پرسان کنه. صدیه جان بعد شما کدام رقابت شروع شد. خب ظروف یک بار مصرف را نام بگیرید که باعث بندش در جوها و آبروها می شود. ظروف یک بار مصرف؟ آه که مردم مندازنش هست. ظرف خود ظرف چی رقم من نام بگیرم؟ چی ها هست ظرف ها؟ تنها بشقاب هست؟ گلاس هست؟ دشک هست؟ آه دقیقا اینمین هست. آفرین. خب باز یک جالبیشی هست که سعدی هم از طرف از یک تانگه که شیرهی میتن. خب حال شما بگید از که بپرسم؟ از انور صاحب. انور از شما میپرسم زبان گجراتی در کدام کشورها صحبت میشود؟ یک دو دهند. آها دقیقاً دقیقاً امتیاز گرفتین و چراغ را هم حفظ کردین. حال شما بگید از کی بپرسم؟ از سعدیه جان. پاک حمله سر سعدیه هاست و اون سعدیه خوب است. حال دفاع کردن که اینا هم خوب هستن. چراغاش هم را سبز از این طرف کاملا خوب هستن. خب از شما میپرسم سعدیه که یک ماه در تقویم خورشیدی را نام بگیرید که معنی گژدم را دارد. عقرب. دقیقاً در امتیاز گرفتین. حال شما بگوین از کی بپرسم؟ از انور صاحب. انور آیا مردم کابل با کارمندان و محیط زیست و شهرداری همکار هستن؟ 100% نه. آفرین 100% نه. به افتخار روزی که کلگی ما و شما جارو در دست ما باشه برایم اقلا کوچه خود را با هم کوچه یای خود پاک کنیم. رفتیم یک وقفه. انور ناصری 80 امتیاز با دو چراغ سبز. عزت الله صمدی 80 امتیاز با دو چراغ سبز. الهام احمدی 90 امتیاز با دو چراغ سبز. سعدیه استانگزای 100 امتیاز با سه چراغ سبز. شکیب 80 امتیاز با سه چراغ سبز. سعدیه سیفی 90 امتیاز با سه چراغ سبز. به ادامه برنامه خوش آمدین و انور که وکیل گذر منطقه خود هم هست شما باید یک فعالیت نشان بدین که مردم تشویق کنین برای عظیمی پاکی و نظافت. اینا حتما من مطمئن هستم که کار کردینم اما یک فرهنگ شوه خوبتر از که هفته یک روز اقلا مردم برای یک ساعت هم که پاکاری کنین خانه تان آباد. خب انور حال شما بگین از کی بپرسون؟ سعدیه جان. شما بسیار پخش گپ میزنین. سعدیه جان. خب بسیار خوب. سعدیه جان از شما میپرسم حضرت ابراهیم علیه السلام سرسلسله کدام قوم است؟ چهار جواب بگوین. نمیشم. یک دو سه همیال جنگ هم روان است. چهار اسرائیل. بله بنی اسرائیل. در امتیاز گرفتین. حال شما بگوین از کی بپرسم؟ از خودش. انور. بله. انور جان از شما میپرسم. بله. مولانا عبدالرحمن جامی چی کسی بود؟ شاعر. آفرین. شاعر و عارف معروف فارسی سرا. جنجال روان است ولی عدم زل. از کی بپرسم؟ از خودشون میپرسم. خب. ببینیم آخرش چی میشه مچون. سعدیه پایتخت سلسله سامانیان کدام شهر بود؟
2 مصر 3 به همین نزدیکا بود اسرائیل سوریه 4 پاکستان 5 هیچ کدامش متاسفانه نبود چراغ سرخ در امتیاز کم بخارا بودم که چکچک کنیم افتخار خودتان انور از که بپرسم همون تو زنوبت پیش میریم از شکیب جان شکیب جان از شما میپرسم کدام اختراع مهم توسط جیمز وات صورت گرفته است؟ یک دو بسیار سوال مشکل سه نامش را نشنیده چهار پنج چراغ سرخ ده امتیاز کم و اختراع ماشین بخار بوده انور سعدی جان سعدی که سیفی؟ سیفی بانو سیفی از شما میپرسم ثروت ملل از آثار معروف کدام دانشمند است؟ یک دو آدم اسمیت آفرین آفرین من تازه میخواستم که طرف صمدی صاحب بگویم که تو باید یادت بیه صمدی صاحب چون صمدی صاحب افتخار دارم که همسنفی ما هم هستن و نماینده صنف ما هستن در دانشگاه خب آفرین من میگفتم که حالا آدم اسمیت میگن که شما گفتین سعدی حال شما بگین از کی بپرسم از صمدی صاحب صمدی صاحب بلا دادم یک کم نبرد گفت دادم خب صمدی صاحب پربارانترین منطقه جهان چی نام دارد؟ سایبریا بله صاحب پرباران مدیترانه یک دو سه کشور است یا منطقه شانه بگویم؟ منطقه است فکر کنم مدیترانه چهار پنج استرالیا کم بزنید چراغ سر پربارانترین منطقه جهان چرا پونچی در هند است که با داشتن 12 متر بارش سالانه خب این نامش هم یک ساعت گرفته نمیده چرا پونچی بود چی بود چرا پونچی خب بسیاری از سوالا رو ما انتظار نداریم جوابش از دوستای ما داشته باشن چرا که باید یک کس برات نشه بالاخره با من خاطرم سوالای سخت و ساده به سلسله مرتب پیش میایم سعدی از کی بپرسم؟ از انور صاحب انور صاحب دو چراغ سبز داری ننوز؟ بله آبهای داخل قاره ها چند میلیون کیلومتر مربع مساحت زمین را تسخیر می کرد؟ 43 تسخیر کرده 43 1 2 56 4 5 43 دکنه 56 کم بزنید طرف ضعیف شده میرن 15 میلیون کیلومتر خب یک چراغ سبزتان مانده هنوز باز از کی بپرسم؟ سعدی از الهام الهام جان از شما میپرسم پس از اشکانیان کدام سلسله شاهنشاهی در آریانای قدیم حکم روایی میکرد؟ پس از چی؟ پس از اشکانیان اشکانیان کدام سلسله شاهی آمد حکمرانی میکردن؟ یک احمد شاه ابدالی دو درانی سه چهار مثل همی اشکانیان وار نامش هست پنج چراغ سرخ در امتیاز کم و اونا بودن ساسانیان از کی بپرسم سعدیه؟ از صمدی صاحب صمدی صاحب آخرین چراغ است احتیاط کنین و فکر کنم سوالم ساده است تاجیکستان در کدام سال به استقلال رسید؟ در کدام سال به استقلال رسید؟ بله در 19 میلادی از آن 1918 یک این گفتین دو 2002 نه سه 2003 چهار 19 پنج 19 صد یک صد یک 19 صد 1991 بود شما از برنامه حذف هستین
مقام ششم هم مقام کمی نیست در دیگه عرصه زندگی انشاءالله عزب نشین و خوش اقبال باشین. تشکر از اینکه اشتراک کردین. این یک نفر را حذف کردین بالاخره صدی. هدفم حذفشان نبود، گفتم یعنی سوال ساده باشه اونا جواب بدن. خب بطوری اگر میفهمیدین که یعنی سوال ساده باشه میفتین از خودم بپرسیم امتیازم بالا برم بپرسیم. خب از کی بپرسیم؟ از انوار. انوار یک چراغ سبز احتیاط کردین و جواب 1991 بوده که تاجکستان استقلال خود را گرفته بودن پس از فروپاشی جماهیر شوروی. انور، کرونا نام واحد پولی کدام کشور است؟ کرونا. همین کرونا. 1 چین. 2 امریکا. 3 چی بودن؟ امریکا. 4 امریکا خود دلار است نام پیسش. 5 چک. دقیقاً، آفرین. در ولا داد کسی فکر کنم. از کی بپرسم؟ از اونو سه چراغ دارن. سعدیه، طول مجسمه معروف آزادی در امریکا به چند متر میرسد؟ 1 83 2 بسیار زیاد گفتین. 3 4 بسیار زیاد گفتین، یک عدد دیگه بگید. 5 چراغ سرخ در امتیاز کم 23 متر. کف دهیم برای انوار ایناله. انوار برای خود خوب کف میزنه. از کی بپرسم؟ از سعدی دوم. سعدی تخلصان؟ استانکزای. سعدی استانکزای. بانو استانکزای، از شما میپرسم سوال را. امیرعلی شیر نوایی چند جلد آثار منصور و منظوم دارد؟ 4 1 3 5 بسیار پایین هستین. 7 14 7 14 30 جلد، بیشتر از 30 جلد بودن. چراغ سرخ در امتیاز کم. انور، از کی بپرسم؟ نوبت شکیب جان است. شکیب جان، دندان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در کدام غزوه شهید شد؟ غزوه بدر. 1 احد. 2 3 غزوه احد. 4 5 بدر یا احد؟ احد. احد چیز؟ احد. 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 آفرین، غزوه احد. آل از کی بپرسم؟ از انور جان بپرسم. انور جان، آخرین چراغ است. در رتبه بندی اعتبار پاسپورت کشورها کدام کشور با اعتبارترین پاسپورت جهان را در 2021 داشته است؟ پاسپورت؟ با اعتبارترین پاسپورت از کدام کشور است؟ از آمریکا. 1 2 3 جرمنی. 4 5 شما مقام پنجم گرفتین. در دیگه عرصه زندگی انشاءالله خوش شانس باشین. و او کشور بوده ژاپن. کف داریم برشان. خب انور جان، تشکر از اینکه اشتراک کردین. از کی بپرسم شکیب؟ الهام جان مانده. الهام جان، یک چراغ سبز تان مانده، احتیاط کنین. احمد شاه بابا چند بار به طرف هند و شرق لشکر کشی کرد؟ 7 بار. دقیقاً 7 بار. زمان مومور پیش شماست، هست که بپرسم؟ بس که پیش شماست، دو نفر ما. دو نفر تیمتان غصب شدن. از شکیب. شکیب جان، بله. واحد پولی انگلستان چیست؟ پاوند. دقیقاً پاوند. از کی بپرسم؟ از الهام جان. الهام جان، توماس ادیسن مخترع معروف از کدام کشور بود؟ 1 2 ژاپن. 3 4 چین. 5 شما هم از برنامه حذف هستین، از ایالات متحده آمریکا بودن. خیر، به دیگه عرصه زندگی انشاءالله خوش شانس باشین. این طرف از بین رفت، اینال بین خود باید شما زور آزمایی کنین. شکیب جان، استانکزای یا سعدی که دو طرف دار قرار دارن، از کی؟ یا از خودتان؟ دو چراغ سبز داره، از این پرسان کنم. خب
از شما میپرسم کدام بحر در روی زمین 180 میلیون کیلومتر مربع مساحت دارد؟ آمو. بله؟ آمو. یک. آمو خب بحر نیست. دو. سه. چهار. پنج. بحر آرام بوده. چراغ سرخ در امتیاز کم. شکیب خوب پیش میرین. از کی بپرسم؟ از استانگزای است. خب. سعدی استانگزای است. شما میپرسم. ضخامت هسته داخلی زمین چند کیلومتر است؟ این سوالا را از کجا کردین؟ سوالا را از کتاب سوال داریم ما. 52 کم گفتین؟ دو. 152. صدتان خوشم آمد اما 133. هنوز خوب شد، نزدیکتر شد. 132. 131. 3. 129. 4. چند؟ 129. 5. 100. بسیار خوب گفته بودین. خاموره ده اوکی بگیرین خلاص شما. 1255 1255 کیلومتر بوده که شما هم از برنامه هست بستین. در دیگر سای زندگی انشالله خوش شانس باشین. سلامت باشین. خب شکیب؟ بله. از که بپرسم؟ سعدیه جان پرسم. سعدیه جان؟ پرسیم. شما بیچه رو خصد برگاه بگیم. بسپرسان همه پرسان میکنه. از که پرسیم؟ از سعدیه جان. سعدیه جان از شما میپرسیم. چند مکتب دخترانه را در کابل نام بگیریم؟ بی بی سارا، رابی بلخی، لیسه مریم. چند تا شد دیگه؟ دقیقا، دقیقا، آفرین. خب، آل از که بپرسیم؟ از شکیب. شکیب جان از شما میپرسم. آخرین حاکم سلسله سامانیان چی نام داشت؟ یک. دو. سه. چهار. پنج. چراغ سرخ در امتیاز کم. کف بزنین برای سعدیه. در خوب موقع سوال ساده براتون آمد. اسماعیل بن نو بوده اسمشان. بعد از که بپرسم سعدیه؟ از شکیب. شکیب جان؟ به یک قسمت از شما سوال سخت. آبشار کاندلاس که از بلندترین آبشارهای جهان به شمال می رود در کدام کشور واقع است؟ امریکا. یک. دو. سه. فرانسه. چهار. پنج. استرالیا. کولومبیا. شما حذف شدین از برنامه و 5000 افغانی مبارک سعدیه و به مرحله نهایی راه یافتین. آفرین تان عمر صاحب. سلوت تو بنته در بین 6 اشتراک کننده. خیلی خوب درخ شدین. فقط تاله تانم به ایجه کمکتان کرد که سوال ساده آمد در موقع خیلی خطرناک که شما رو کمک کرد. کاش همون سوال برای سعدیه می آمد که همون تو می مونده این سوال های سخت که پیش مسته. خب بازم مبارکتان باشه. شما به مرحله نهایی را یافتین و در قسمت تشکری میکنم بازم از آمی برنامه استنگ انرژی درنگ با ترکیب جنسنگ، توانایی به انتها طعم فوق العاده، همچنان نوشابه میرندا تولیدات افغانستان. دوستا حال یک وقفه. انور ناصری با سه چراغ سرخ حذف، عزت الله صمدی با سه چراغ سرخ حذف، الهام احمدی با سه چراغ سرخ حذف، سعدیه استانگزی با سه چراغ سرخ حذف، شکیب با سه چراغ سرخ حذف، سعدیه سیفی 90 امتیاز با یک چراغ سبز. با آخرین مرحله از که بپرسم خوش آمدین. سعدیه بسیار جا تبریک باشه. 5000 افغانی. تشکر. یک چراغ سبز دارین، میتونین استفاده خوب کنین ازش. 5000 افغانی دارین، اگر جواب درست بتین 6 میشه، 7 میشه، همون تو بالا رفته میره. اگر جواب اشتباه بتین فقط چراغ سبز تون صفر میشه، از برنامه حذف میشین. 5000 تون است در جایش. درست. یعنی تشویش نداشته باشین. خوبی گپ دیگه است که سوال اول و دوم 4 جواب است.
سوال سوم و چهارم دو جواب است. سوال پنجم، ششم، هفتم یک جواب است که خودتان باید بدید. سوال اول 1000 افغانی قیمت داره. سوال دوم 1500، 5500 بالا رفته میره به شرط از اینکه شما جواب داده برین. اگر اشتباه جواب بدین همون 1000 کلش پرسیده میشه. و سوال اول دوم در 5 ثانیه اگر تغییر بدین مشکل نداره جوابتان، اما دوم سوم چون دو جواب است در اولین ثانیه هم اگر گفتین والا اشتباه بگین والا درست بگین جوابتان کفل میشه. درست است. بپرسم بعضش 1000 افغانی سوال اول که قرار زایل است. با باور دانشمندان جیولوژی در کدام مناطق کشور امکان پیدا شدن الماس وجود دارد؟ الف قندهار و المند، ب بدخشان و مناطق مرکزی، جیم مناطق شمال کشور، دال هیچ کدام. ب. یک دو علاوه جوابتان درست باشه من فقط ثانیه ها رو میخوانم. سه چار پنج جوابتان کافر. بدخشان و مناطق مرکزی ب. جوابتان همیست. بله. آفرین، پول شما شد 6000 افغانی. خب در امتیازم بالا رفت. جواب دوم برزش، سوال دوم برزش 1500 افغانی که این هم 4 جواب است. 5 ثانیه رو میخونم والا جوابتان درست باشه والا اشتباه باشه. درست. و شما حق تبدیل کردنش داری. درست. نقاط داغ و فعال آتشفشان سواحل شرقی و غربی بحر الکاهل. بحر الکاهل را به یکی از این نام ها یاد می شود یا یاد می کنند. الف القه فعال، ب القه غیر فعال، جیم القه آتشین، دال القه تکتونیک. جیم القه آتشفشان. یک دو سه چهار پنج جوابتان قافل. و جواب درست است القه آتشین. آفرین، پول شما 7500 افغانی شد. سوال سوم که دو جواب است در 5 ثانیه، در ثانیه اول هم که یک جواب بدین ولو درست باشه ولو اشتباه قافل میشه. به او خاطر خوب در 5 ثانیه فکر کنین بعضی جواب بدین. درست است. و قیمتش است 2000 افغانی. راحت هستین؟ بله. چند صد شاعر از جمله فردوسی و انصاری در دربار سلطان محمود غزنوی جمع شده بودند. الف 300 شاعر، ب 400 شاعر. ب. جوابتان کافر شد. 400 شاعر. کدام جای خواندین را معلومات داشتین یا از کس پرسیدین یا توکلی گفتین؟ نه، بر امتحان کانکور که یک وقت آمادگی می گرفتم و می سوال همون وقت. چی وقت بوده که امتحان کانکور آمادگی؟ چندین سال پیش. چند سال؟ 5 سال؟ 10 سال؟ از 10 سال کمتر. خب از 5 سال بیشتر. حافظه بد ندارین. آفرین تان. بیش پول شما 9500 افغانی شد. و سوال چهارم هم دو جواب است. یک جواب امیر خم انتخاب کنین. کوشش کنید از 5 ثانیه خوب استفاده کنید، یک فکر کنید. درست است. برزش 2500 افغانی. پایتخت تابستانی کنشکا از شاهان قدیم آریانا کجای افغانستان بود؟ الف بگرام، ب فرخار. ب. یک. ب. جوابتان خفل شد. نماندین 5 ثانیه رو بخونم و جواب شما متاسفانه اشتباه است. چراغسار از برنامه با 9500 افغانی حذف است. شکر. آیا میخواین ادامه بدین؟ که چراغ بخرین از پیسه که دارین. ما سوال که یک جواب است او را باز بپرسم شما جواب بدین و پول زیاد ببرین. در سوالات یک جواب ها خوب نیستم. همین چهار جواب و دو جواب خوب. میخواین انصراف دیم؟ بله. یا بسیار خوب، تشکر. 9500 افغانی سعدیه برنده هستن. به افتخارشان یک کف بزنین و تصمیم گرفتن که توقف بتن. مبارکتان باشه. روزای خوب ازش استفاده کنین. تشکر.
هموطنان عزیز، شما هم اگر میخواین برنامه را از اول ببینید در صفحه یوتیوب برین، در اونجا بنویسین از کی بپرسن، نبی روشن، فاطمه رسا، مختار لشکری، تلویزیون یک، کلماتی است که شما را وصل میکنه به تماشای برنامه های تلویزیون یک، از جمله از کی بپرسن. این بود برنامه امشب که خدمتتان بوده. فقط کرونا را جدی بگیرین، ماسک ببندین، دو متر فاصله را رعایت کنین، ان شاء الله که در امان خواهد بودیم. خداوند حافظ و نگهدار همه ما.